مکانیک کوانتومی ذرات وایسمن یک دوم سعی خواهم کرد بگم و این شامل الکترون میشه. الکترون اسپین یک دوم داره. ببینید شما مسئله الکترون رو در حالت نان ریلاتیویستیک در معادله شرودینگر حل کردین، همیشه اتم هیدروژن حل کردین. اتم هیدروژن چیزی که می‌نویسین یه هسته از سر جاش نشسته محکم با جرم بزرگ و بعد یه الکترون دورش میچرخه و برش معادله شرودینگر می‌نویسین، سطوح انرژیشو پیدا میکنید و بعد خیلی کارهای دیگه باش میکنید، حتی برش انگلر مومنتوم مداری هم تعیین میکنید و مسئلتون حل میکنید. ولی این تمام داستان الکترون نیست. الکترون سپین هم داره و این به خاطر این چیز بار داره و سپین داره، مگنتیک مومنت داره و چون در مدار پروتون قرار میگیره و حرکت میکنه، میدان مغناطیس احساس میکنه، مگنتیک مومنت داره، میدان مغناطیس احساس میکنه، بنابراین به انرژیش یه چیزی اضافه میشه و میباید به حساب بیاد. این همون چیزی که به نام spin orbit coupling در اتم هیدروژن در معادله شرودینگر بعضی وقتا میبینین که نوشته میشه و سطوح انرژی اتم رو چیز میکنه، بالا پایین میکنه. حالا مسئله اینی که این spin رو چگونه وارد معادلات کوانتومیمون بکنیم، مخصوصا وقتی که الکترون ریلاتیویستیک باشه. یعنی در اتم هیدروژن شما می نویسین انرژی سینتیک، کسی اینجا آماده نکرده قلم اینا وقت انرژی پتانسیل رو می نویسین یک تقسیم بر آر، بار الکترون ضرب در بار پروتون تقسیم بر آر، اینو حساب میکنید و بعد انرژی پتانسیل انرژی سینتیک رو هم می‌نویسین پی دو بر تقسیم بر دو ان. حتی اگر محاسبه کلاسیک هم بکنید که الکترون در مدار پروتون با چه سرعتی میچرخه، خواهید دید سرعتش حدود یک صدم و حتی کمتر از یک صدم سرعت نوره. و اگر همین انرژی پی دو بر دو ام به علاوه پتانسیل، انرژی پتانسیل رو حساب بکنید، خواهید دید که این انرژی خیلی کمتر از انرژی حالت سکون الکترونه. انرژی که در اتم هیدروژن به دست میاریم برای سطوح انرژی، یاد کسی هست که چند الکترون ولته؟ ده الکترون ولت، 13.6 انرژی آینایزیشنشه که الکترون بیکنین 13.6 الکترون ولت میخواد بهش انرژی بدی. سطوح انرژی پایین ترینش در حدود 10.5 الکترون ولت. در صورتی که جرم سکون الکترون 500,000 الکترون ولته، نیم مگه، درسته؟ بنابراین میبینید که الکترون در اتم هیدروژن نان ریلاتیویستیکه. پس اگر ما بخوایم هم اسپین رو بگنجونیم و هم ریلاتیویستیک بکنیم، باید ببینیم که در معادله شرودینگر چه تغییراتی بدیم و این کاریه که امروز میخوام به عنوان مقدمش امروز بررسی بکنیم تا برای جلسات بعد ببینیم چه کار میکنیم. حالا منتظرم قلم بیاد. ببینیم معادله شرودینگر رو اینطوری ساختیم، گفتیم که همیلتونی ا
همچنین مساوی پی دو بر دو ام به علاوه پتانسیل. حالا این تابعی از آره یا هرچی هست. بعد نوشتیم این همیلتونی رو بنویسیم بکنیم اپراتور منهای آیج بار دی به دی دی. این رو نه انرژی کل رو. این رو همیلتونی مساوی انرژی. ای رو بکنیم به علاوه آیج بار دی به دی دی. پی رو بکنیم منهای آی ایچ بار برای مؤلفه اکسش دی به دی اکس، برای وایش دی به دی وای، برای زدش هم دی به دی زد. و بعد بیایم بگیم که این همیلتونی حالا شد اپراتور. پس بنابراین بگیم که ای پسای مساوی ایچ پسای یا منهای آی ایچ بار دی پسای به علاوه آی ایچ بار دی پسای به دی تی مساوی این خواهد شد منهای ایچ بار دو بر دو ام لپلاسیان به علاوه وی آر ضرب در پسای مساوی با همین مساوی با همین کسی. و بعد این بشه معادله شرودینگر. این معادله شرودینگر رو این ترتیب به دست آوردیم. حالا دو تغییر در این معادله باید بدیم برای اون منظوری که گفتم برسیم. اولی اینه که اگر الکترون ریلاتیویستیک باشه من چه کار باید بکنم؟ این فرمول نمیتونم به کار ببرم. این فرمول برای انرژی الکترون کافی نیست. تقریب خوبیه برای انرژی کل الکترون در حالت عادی. ولی برای چیز ریلاتیویستیک کافی نیست. دوم اینکه الکترون اسپین داره. اون اسپین رو چه کار بکنم و چگونه بگنجونم. حالا برای اینکه خودم رو یه خورده راحت بکنم، مسئله رو ساده تر بکنم، فرض کنیم با الکترون آزاد سر و کار دارم. فری الکترون. یعنی وی آر رو صفر بگیرم. اون وقت مثلا ساده تر قد شد. اگه نان ریلاتیویستیک باشه اینو ور میدارین حل میکنین جوابشم خیلی روشنه. ای به توان آی که ایکس جواب های این مدل است. موج تخت الکترون میتونه بره و بیاد. ولی اگه ریلاتیویستیک بود اون وقت باید از یه معادله دیگری استفاده بکنم. در معادله رابطه انرژی و مومنتوم در برای ذرات ریلاتیویستیک عبارت از اینه: ای دو منهای سی دو پی دو مساوی ام دو سی چهار. یادتون هست؟ بله. این چیزی جز این نیست که این فرمول چیزی جز این نیست که بگم من برای الکترون که ریلاتیویستیک حرکت میکنه یک سرعت تعریف بکنم یو میو مساوی دی اکس میو به دی تاو. دیتا من ریلاتیویتی گفتم بهتون دیگه نیست؟ یه مقدمه ریلاتیویتی گفتم یا نه؟ بله. این پراپر تایمه دیتا. اون وقت مؤلفه های این عبارت است از دی اکس صفر به دیتا و
و بعد دی اکس یک به دی تا دی اکس صفرمون بقیهش هم بچینین اینجا و مساوی دی اکس صفر عبارت است از سی دی دی به دی تی ببخشین اکس صفر عبارت است از سی تی یادتونه؟ سی تی پس این عبارت است از سی دی تی به دی تا وقت بقیهش وقت دی تی به دی تا همین کمیتی بود که تعریف کردیم یک تقسیم بر رادیکال یک منهای وی دو بر سی دو اینا یادتون هست دیگه نه حالا نمیدونم این رو وارونه بنویسم یا همینجور بنویسم اگه من اشتباه کردم خودتون درست بکنید وقت این دی اکس به دی تا دی اکس یک به دی تا بنویسین دی تی به دی تا بعد دی اکس یک به دی تی این سرعت معمولی میشناسین این هم که این ضریب اینجا دادم پس بنابراین این نار رو میتونین حساب بکنید حالا از مشخصات این دی یو عبارت از اینه که یو میو ضرب در یو میو مساوی یو صفر به توان دو منهای یو یک به توان دو منهای یو دو به توان دو منهای یو سه به توان دو این مساوی پس سی دوه چون دیمانسیون سرعت دارن در اینجا اون وقت حالا اگر این چهار سرعت رو تعریف کردیم من یه چهار مومنتوم هم تعریف بکنم اسمشو بگذارم پی میو عبارت باشه ام ضرب در یو میو وقت پی میو ضرب در پی میو ضرب داخلی عبارت خواهد شد پی صفر به توان دو منهای پی یک به توان دو منهای پی دو به توان دو منهای پی سه به توان دو مساوی ام دو سی دو وقت اینا مومنتوم های معمولی هستن و این مؤلفه صفرم مومنتومه و اینجا اگر این ای رو که هست این معادله رو من اگه برگردم تصحیح بکنم بنویسم ای دو تقسیم بر سی دو منهای پی دو مساوی ام دو سی دو ببینید که این معادله همینه و بگم که این ای صفر تقسیم بر سی عبارت است از پی صفر دو پی ای پی صفر به توان دو مساوی ای دو تقسیم بر سی دو میتونستین چسبم بگیریم خب بنابراین من معادله انرژی رو به این صورت می‌نویسم اینا رو فقط یادآوری می‌کردم که این از کجا آمده این صرفا اینه که اندازه چهار سرعت سی دوه اندازه چهار سرعت سی دوه از این رابطه به دست آمده وقت بنابراین این انرژی رلاتیویستیکه ای دو تقسیم بر سی دو منهای پی دو مساوی ام دو سی دو این معادله را اگر من به کار ببرم عوض این معادله اون وقت این مسئله ریلاتیویستیک بودن رو حل میکنم پس این معادله رو به جای معادله همیلتون به کار بریم و همین الگو رو به کار ببریم ای رو آی ایچ بار دی به دی تی بگذاریم و پی اکس رو آی ایچ بار دی به دی اکس و اون یکی ها منتها یه اشکال میاد پیش میاد
اون اشکال عبارت از اینه که معادله شرودینگر مشتق اول نسبت به زمان داره و اگر من این معادله رو به کار برم مشتق دوم نسبت به زمان رو خواهم داشت. اون وقت حالا چون اول کاره تبعات این مشتق دوم چی خواهد بود و چه معایبی بیانه اونا رو الان نمیگم که چه گرفتاری بعدن درست میکنه. بذارم یکی دو جلسه بریم جلو و به تدریج ممکنه بهش برسیم که درجه مشتقات درجه دوم زمان گرفتاری دارن توی معادلات کوانتومی. ترجیحمون این خواهد بود که معادلات درجه اول پیدا بکنید. البته اگر شما همین الگویی رو که الان داریم بنویسین در اینجا همین الگو رو ببینیم معادله‌ای که به دست میارین به جای بی میگذارم این رو یه سی هم اینجا دارم الان ای سی اوم مساوی آی اچ بار دی به دی تی سی دی تی ها؟ سی دی تی هم اسمش رو گذاشتم دی اکس صفر. بنابراین این جمله خواهد شد دو تا از اونا هست منهای اچ بار دو دی دو به دی اکس صفر به توان دو، این یکی به علاوه لاپلاسیان ضرب در سای مساوی ام دو سی دو سای. این معادله رو به دست میارین. این معادله رو نمیدونم قبلا دیدیم یا ندیدیم. خب این به نام معادله کلاین گوردن معروفه. کلاین گوردن و اولین پیشنهاد بوده که برای ریلاتیویستی کردن معادله شرودینگر برای ذره آزاد، این برای ذره آزاد پتانسیل نداریم درش، پیشنهاد شده. ولی همطور که گفتم مشتق درجه دوم نسبت به زمان داره و بعد در تعبیر اینکه حالا سای دو رو چی بگیریم، سای دو باید احتمال یافتن ذره در یه حجم دیوی باشه، با این مسئله گرفتاری پیدا میکنیم. به جای معادله شرودینگر، معادله شرودینگر معادله موجیه برای ذره نان ریلاتیویستیک. حالا اگه ذره ریلاتیویستیک بود چه کار بکنیم، اینو چگونه عوض بکنیم؟ یه پیشنهاده به جای اینکه از این معادله استفاده بکنید از این رابطه استفاده بکنید، ای رو بذارین دی به دی تی و پی رو بگذارین دی به دی اکس، اون وقت این معادله به دست میاد. و این اولین پیشنهاد بوده که اگر میخوایم معادله شرودینگر ریلاتیویستیک بکنین این جایگزین به جاش و معادله کلاین گوردن. خب چی؟ همین نه فعلا یکی از این مسئلهمون رو حل کردم که ریلاتیویستیک بکنیم، اسپین رو هنوز صحبت نکردم. خب و این کلاین گوردن در بلافاصله بعد از اون که معادله شرودینگر، حتی قبل از اون که معادله شرودینگر اعلان بشه، این پیشنهاد شده بود برای ذرات چیز، توسط خود شرودینگر هم چیز شده بود، اعلام شده بود، ولی بعدا رها شد. گویی که لازم داریم این معادله سرکلش برای ما پیدا خواهد شد به صورتهای دیگر،
نه با این استدلال، نه برای این منظور، ولی در جاهای دیگر دوباره با این معادله ما سر و کار خواهیم داشت. حالا میمونه با سپین چه کار بکنیم. سپین، من قبل از آنی که روی این دست کاری بکنم بذارین یه توضیح بدم. گفته میشه که الکترون، بله، گفته میشه الکترون یه اسپن، یک انگلر مومنتوم ذاتی داره و اندازش اجبار دومه. الکترون یک تکانه زاویه‌ای ذاتی داره و اندازش هم اجبار دومه. انگار که یه فرفره است دور خودش میچرخه و بنابراین یه فرفره دور خودش میچرخه انگلر مومنتوم داره. منتها این انگلر مومنتوم کلاسیک نیست، برای اینکه زر چیز، ببینید این قلم اگر دور خودش به چرخه شما میتونید برش انگل مومنتوم تعیین بکنید، ولی اگر این قلم عوض اینکه ابعاد داشته باشه یه نقطه، نتونیم بهش ابعاد نسبت بدیم، وسعت نسبت بدیم، یه ذره باشه، فقط جرم داشته باشه، ابعاد نداشته باشه، اون وقتی که برش انگل مومنتوم نمیتونید تعریف بکنید و برای الکترون بعدی نمیشناسیم. برای پروتون میتونیم بگیم که ابعادش چقدره، برای نوترون هم میتونیم بگیم، ولی برای الکترون تا به حال کسی نتونسته بگی که ابعاد الکترون چقدره. چون بعدی براش نمیشناسیم، بنابراین انگلر مومنتوم اوربیتال معنا نداره برش. با وجود این انگلر مومنتوم میبینیم داره در موارد مختلف خودش رو ظاهر میکنه. ناچاریم بگیم که خب یه چیزا رو نمیدونیم دیگه، چیکار بکنیم، و روی اون چیزی که میدونیم تکیه بکنیم، و اون اینی که الکترون انگلر مومنتوم داره، هر وقت اندازگیری بکنین اجبار دومه. حالا انگلر مومنتوم برداره، یا در این امتداد به علاوه اجبار دومه یا منهای اجبار دومه، دو حالت هم بیشتر نداره. الکترون در از نقطه نظر انگلر مومنتوم ذاتی دو حالت بیشتر نداره. اگر انداز گرفتین یا به علاوه اجبار دوم به دست میارین یا منهای اجبار دوم، حالت سومی براش متصور نیست. حالا اینو چگونه وارد دستگاهمون بکنیم؟ چطور بگیم که ما از نقطه نظر سپین دو جور الکترون مثل این که داریم؟ الکترون های با سپین بالا و الکترون های با سپین پایین. یا این صلاح نیست بگیم، این تعبیر رو بهتر نکنیم، برای اینکه شما میتونید یه الکترون با اسپن بالا را تبدیل بکنید به الکترون اسپن پایین. بگیم که الکترون اگر میخوایم برش تابع موج بنویسیم، تابع موجش دو مؤلفه ایه که یه مؤلفش اسپن بالا را نمایندگی میکنه و مؤلفه دیگرش اسپن پایین رو معرفی میکنه. یعنی به جای اینکه من بگم این یه دونه پسای دارم، بگم که یه پسای بلاوه دارم و یک پسای منها دارم و این دوتایی همیشه باش سر کار دارم. اون وقت این تیکه بالا اگر سپین اندازه گیری بکنم اجبار دوم به دست میارم، تیکه پایین اگر روش سپین اندازه گیری بکنم منهای اجبار دوم به دست میارم. و حالا
اینا رو چطوری جفت و جور بکنم و بگم برای خودم؟ اسپین یک کمیت فیزیکیه و با یک اپراتور میتونم این رو نشون بدم و این اپراتور باید وقتی که اندازه گیری میکنم اکسپکتیشن ولیو برش به دست میارم. این اینه مفاهیمیه که شما از معادله شرودینگر دارین دیگه، نیست؟ هر کمیت فیزیکی با یک اپراتور هرمیتی نشون داده میشه و هر وقت اون کمیت فیزیکی رو بیایی روی یه حالتی که در اختیارتون اندازگیری بکنین، جواب یکی از آیگن ولیو های این اپراتور هرمیتی خواهد بود. و حالا در اینجا من دو تا حالت بیشتر ندارم برای اسپین. یا اجبار دوم باید به دست بیارم وقتی که اندازگیری میکنم، یا منهای اجبار دوم به دست بیارم. حالا اون اپراتور رو چطور درست بکنم؟ و در یک فضای دو بعدی هم سر و کار دارم، یا بالا یا پایین. خب اون راحته. ببینید، من یک سپین تعریف بکنم، بگم که در امتداد زد اندازه گیری میکنم، این اپراتور سپین باشه در امتداد زد و یه اپراتور هرمیتی باید باشه، یک منهای یک صفر صفر. وقت اگر این اسد روی این اثر بکنه ببینم چی میده. اسد روی پسای پلاس سب کنید و این باید یه چیزی داشته باشه، اسد اجبار دوم یک صفر صفر منهای یک روی یه چیزی اثر بکنه. اون چیز باید دو مؤلفه داشته باشه، برای اینکه این ماتریس دو در دوه. مثلا بگم که آلفا و بتا، اون وقت باید برابر باشه به علاوه یا منهای اجبار دوم در آلفا و بتا. آیگن ولیو اکویشن دیگه. ببین، یه چیزی دارم دوتای الفا و بتا. حالا اگر اسپین بالا بود باید به دست بیارم اجبار دوم ضرب در الفا و بتا، اگر اسپین پایین بود باید به دست بیارم منهای اجبار دوم ضرب در الفا و بتا. این معادله من میتونم حل بکنم و به دست بیارم چیه. ببینید، این اجبار دومش رو حذف بکنم چون در هر دو طرف گذاشتم اینا رو. یک صفر صفر منهای یک ضرب در آلفا بتا. فرض کنید که این میخواد بشه به علاوه آلفا و بتا. ببخشید، حالا ضرب بکنم این رو. ولی اینو اگر ضرب بکنید، این سطح در این ستون خواهد داد الفا، این سطح در این ستون خواهد داد منهای بتا و این باید مساوی با اون باشه و بناچار بتا نمیتونه برابر با منهای بتا هم باشه. پس بنابراین برای این بتا باید صفر باشه و الفا رو هر چی دلتون میخواد انتخاب بکنید. منتها اگر بخواید نرمالایزد باشه این آیگن وکتورتون، این الفا بتا، شرطش اینه که الفا رو برابر با یک بگیرین.
بنابراین بتا مساوی با صفر، الفا مساوی با یک. پس یکی از این آیگن ولیو ها، ببینم چقدر از اینا رو پاک بکنم. یکی از این آیگن وکتور ها یک. حالا اگر اس زد روی این اثر بکنه، خواهد داد اجبار دوم در یک و صفر. و اون یکی اس زد به همین ترتیب عمل بکنید. این رو عوض این که بلاوه بگذاریم، بلاوه اجبار دوم بگذاریم، منهای اجبار دوم بگذاریم. اون وقت منهای الفا منهای بتا مساوی منهای الفا منهای بتا. اون وقت میبینید که بتا مساوی با صفر باشه و الفا مساوی با یک صفر باشه و بتا مساوی با صفر. و دومی عبارت است از صفر یک مساوی منهای اجبار دوم در یک و صفر. صفر یک. خب پس من حالا ماده شرودینگر یادم، ماده موج یادم رفته که چیکار بکنم. فعلا برای اسپین دارم صحبت میکنم که اسپین رو چگونه وارد محاسباتم بکنم. و شروع صحبت ما به بارد از این بوده. سپین انگلر مومنتوم ذاتی الکترونه و یک کمیت فیزیکی قابل اندازه گیریه. بنابراین با تفکر کوانتومی که داریم باید بتونیم براش یک اپراتور تعریف بکنیم، نسبت بدیم. این اپراتور باید هرمیتی باشه و چون سپین دو حال، سپین الکترون دو حالت هم بیشتر نداره، بنابراین آیگن ولیو هاش باید دو تا بیشتر نباشه و یکی اجبار دوم، یکی منهای اجبار دوم. حالا اپراتور کدوم باید باشه؟ این اپراتور رو من این تعریف کردم. خب این رو گفتم امتدادی هم که من سپین اندازه گیری میکنم، اسم اون امتداد رو هم بگذارم زد. میتونستم هر اسم دیگری بدم بهش، بگم اکس. اون وقت اس اکس رو تعریف میکردم یک و منهای یک. ولی حالا صحبت بعدیم باید این باشه، سپین برداره. درسته که من دو حالت براش پیدا میکنم در هر امتدادی که اندازه گیری بکنم، ولی این امتداد الزاماً لازم نیست زد باشه. میتونم در امتداد اکس یا در امتداد وای همین رو اندازه‌گیری بکنم. آیا برای امتدادهای اکس و وای هم، اگر این رو برای زد انتخاب کردم، برای امتدادهای اکس و وای چیکار باید بکنم؟ خب شما اگر سپین الکترون رو در این امتداد زد اندازه‌گیری کردین، یک بار دیدین که اجبار دومه، یعنی سپین الکترون بالاست. بلافاصله آزمایشتون، همین آزمایش رو تکرار بکنین، باز یک دوم به دست میارین. هر چند بار تکرار بکنین همون آزمایش رو، نتیجه باید قابل تکرار باشه. نتیجه اندازه‌گیری های مشابه باید قابل تکرار باشه. ولی اگر آمدین در این امتداد اندازه‌گیری کردین، شد اجبار دوم، بعد برگشتین در این امتداد اندازه‌گیری کردین در امتداد X، دیگه اجبار دوم که لازم نیست به دست بیارین، ممکنه منهای اجبار دوم به دست بیاد در این امتداد. بنابراین و این رو هم سابقه شو داریم در کوانتوم مکانیک که تا به حال خوندیم. وقتی که در یه حالت بخصوص سیستمتون رو قرار دادین و یه اندازه‌گیری برای یه کمیت فیزیکی دیگر میخواین انجام بدین،
وقت این اندازه‌گیری جدیدتون میاد اون حالت قبلی رو بر حسب آیگنکت‌های این کمیت جدید بست خطی میده و اون وقت از بین اینها یکی انتخاب میکنه که آیگن ولیوی خودشه، آیگنکت خودشه، اندازه‌گیری میکنه و این میتونه هر چی باشه از آیگنکت‌هایش. حالا در این مورد هم میخوام بیام این کار رو بکنم. یه استعداد تعریف کردم، بسیار خوب همین باشه، ولی اس ایکس هم تعریف بکنم، یک اس وای هم تعریف بکنم. این اس ایکس و اس وای اینا هم باید هرمیتی باشن و اینا هم باید دو در دو باشن. اون وقت دیمانسیونشون هم باید اجبار دوم باشه، یعنی آیگنکت های اینا هم باید اجبار دوم باشه. چطور اینو امتحان بکنیم؟ و برای این یکی اینا رو انتخاب بکنیم. اینا یه مقدار آزادی عمل داریم در انتخاب اینا. در هر حال من از این ماتریس های دو در دو باید سه تا پیدا بکنم مستقل از هم باشن. اصلا اینطور بگم، هر ماتریس دو در دو رو شما میتونید بر حسب یک منهای یک یک منهای آی و همینطور یک یک، این ماتریس واحده دو در دوه، ماتریس واحده دو در دو. ببین چهار تا ماتریس، این این و این و این، هر ماتریس دو در دو بهتون بدن میتونیم بگین که اینا پایه هستن، من بر حسب این پایه ها میتونم بس بدم. خیلی ساده است. اینا ماتریس های پایه هم من دارم میدم. پایه ها هم معمولا شما میتونید به انواع مختلف انتخاب بکنید. حالا به احترام پاولی که اینها رو انتخاب کرده قبلا، ما احترامش رو نگه بداریم و همینا رو انتخاب بکنیم. این ماتریس واحد هم هر وقت لازم شد وارد کارمون میکنیم، ولی برای سپن به درد نخواهد خورد برای ما. بنابراین من الان سه تا اس ایکس اس وای اس سه تعریف کردم، اینم تکرار بکنم. چی بود؟ یک منهای یک صفر صفر. و اینا ماتریس های پاولی هستند، یا بهتر برای ساده نویسی اینو بنویسیم اجبار دوم در سیگما یک، اجبار دوم در سیگما دو، اجبار دوم در سیگما سه. این سیگما یک همینه، این اجبار دومش بردارین دیگه، روشنه که تعریف ها چیه. سیگما یک، سیگما دو، سیگما سه، اینا ماتریس های پاولی هستند. به اجبار دوم ضرب کردین، اسمشون رو بگذاریم اپراتور های سپین. بدون اجبار دوم ماتریس پاولی، با اجبار دوم ضرب شده ماتریس های سپین، ماتریس های سپین پاولی. دوباره برای این آیگن کت من تعریف کردم، عبارت بود آیگن کت های اس زد یک و صفر و صفر و یک بودن. برای اون یکی هم میتونین بیاین تعریف بکنید. مثلا نگاه بکنید،
اینجا من اگه این کتش رو تعیین بکنم 0 1 1 0 دوباره در A و B. خب این یا خواهد شد به علاوه A و B یا خواهد شد منهای A و B. درسته؟ اجبار دوماش حذف کردم و ببینم چی باید بکنم. این رو ضرب بکنم چی میشه؟ بی. ببین صفر در این، یک در این، بی یک در این، ای. خب پس باید من چطور ای و بی رو چطوری انتخاب بکنم؟ باید بگم که ای مساوی با بی، بی مساوی با ای. و بنابراین A مساوی با B مساوی با A، این رو درست میکنم. و اگر بخوام نرمالایز بکنم چطور اینا رو بگیرم؟ یک تقسیم بر رادیکال دو برای نرمالایزیشن انتخاب کردم و بگم که آیگن کت ها عبارت است از یک بر رادیکال دو، یک و یک برای آیگن ولیو بلاوه و برای آیگن ولیو منها همین رو تکرار بکنید. به جای منها بنویسید، اون وقت خواهید دید که باید بنویسید A مساوی با منهای B، B مساوی با منهای A. یک کشتر میشه انتخاب بکنید، اون یکی بشه یک بر رادیکال دو، یک و منهای یک. خب حالا این رادیکال دو رو برای چی میگذارم؟ یک بر رادیکال دو ضرب در یک، یک ضرب در یک بر رادیکال دو ضرب در یک، یک مساوی یک دوم، یک یک ضرب در یک، یک مساوی با یک. برای اینکه اینا رو نرمالایز کرده باشم اندازه اسم رو. خب ببینید برای این آیگنکت یک و صفر و صفر و یک بود. برای اسد اینو به دست آوردم. برای اسوای خودتون امتحان بکنید، همین خواهد بود، یک و منهای آی و یک و بلاوی آی، این رو به دست میاد. و جالب تر از اون اینه که شما میتونید هر کدوم از این آیگنکت های این رو بر حسب آیگنکت های این بس بدین یا آیگنکت های این بس بدین و یا بالعکس. مثلا ببینید الان یک بر رادیکال دو آیگنکت اینه دیگه، نه؟ یکی از آیگنکت هاشه دیگه. من این رو میتونم بنویسم یک بر رادیکال دو در یک و صفر به علاوه یک بر رادیکال دو در صفر و یک. درسته؟ و حالا اگر قرار باشه اسد من سیستم رو بذارم در این حالت و اسد بیاد روی این اثر بکنه، چی باید به شما بده؟ یا یک دوم یک بر رادیکال دو اجبار دوم، یا منهای یک بر رادیکال دو اجبار دوم. میخواین امتحان بکنید؟ خب این اپراتورهای سیگما ماتریس های پاولی خاصیت های قشنگی دارن. کامیتیشن براکت سیگما آی
سیگما جی، اینو میفهمین یعنی چی دیگه؟ یعنی سیگما آی سیگما جی به علاوه سیگما آی سیگما جی مساوی سیگما کیه. که آیو جیو کی پرمیتیشن های یک و دو و سه باشن. یعنی یک و دو میده سیگما سه و بقیهش. حالا من یادم نیست، بذارین نگاه بکنم. دو برابر داره، راست میگید. اینا رو من الان از حافظم می‌نویسم. مساوی دو سیگما کی. خب و خب حالا که اینا رو شناختیم، برگردم به معادله کوانتومیمون. با معادله کوانتومیمون میخواییم در معادلات کوانتومی موج، حالا یا معادله شرودینگر باشه یا این معادلات نسبیتی که داریم صحبت میکنیم، این سیگماها رو ببینیم چطور بگنجیم، سپین رو ببینیم چطور بگنجیم. ما داریم پی دو هم در معادله شرودینگر این سرکلش ظاهر میشه و هم در این معادله ریلاتیویستی که نوشتم این پی دو خودش رو ظاهر. این برای یه ذره‌ای که نقطه باشه و فقط هم جرم داشته باشه کافیه، ولی برای یه ذره‌ای که سپین داشته باشه توی این باید دستکاری بکنیم و این دستکاری مال پاولیه که شما میتونین بگین که پی ضرب در سیگما ضرب در پی ضرب در سیگما. سیگما ماتریس های دو، سه تا ماتریس دو در دوی پالیه، سیگما یک، سیگما دو، سیگما سه. این رو من همه اینا رو جمع کردم، الان این رو یه بردار سیگما می نویسم در اینجا. این بردار معمولیه، مؤلفه ایکس داره، وای داره، زد داره. این یکی بردار نیست، هر مؤلفش یه ماتریسه دو در دوه. اینو میتونین امتحان بکنین، خیلی ساده است. پی دات سیگما رو بنویسین پی اکس سیگما یک به علاوه پی وای سیگما دو به علاوه پی زد سیگما سه و بنویسین سیگما یک رو چطور تعریف کردم؟ صفر پی اکس صفر، درسته؟ ببین پی اکس ضرب در سیگما یک به علاوه صفر آی پی وای آی پی وای ضرب در صفر، اینم از این به علاوه پی زد منهای پی زد جمع بکنید، پی زد پی اکس به علاوه آی پی وای منهای آی پی وای پی اکس به علاوه آی پی وای و منهای پی زد. خب این تیکه
حالا این رو ضرب بکنیم به خودش، این ماتریس رو ضرب بکنیم به خودش، به دست خواهین آورد پی اکس دو به علاوه پی وای دو به علاوه پی زد دو. خب حالا من چند تا مسئله بدم برای یه دفعه آیندتون. این رابطه رو تحقیق بکنید، من از شل کردم، فقط کافی که اینو ضرب در خودش بکنید، اینو ضرب در خودش بکنید، اون وقت نه فقط این، این هنوز این ماتریس دو در دوه، ضرب در ماتریس دو در دو کردین، هنوز ماتریس دو در دوه، درسته؟ در صورت که این که من نوشتم در اینجا ماتریس دو در دو نیست، اون ماتریس دو در دوش اینه، یک یک صفر صفر ماتریس واحده. بنابراین سیگما دات پی ضرب در سیگما دات پی مساوی پی دو ضرب در ماتریس واحده دو در دو. این دو مؤلفه بودن رو من در اینجا به حساب آوردم. شما این رو تحقیق خواهید کرد. چند تا دیگرم بدم. این روابط رو تحقیق بکنید. سیگما پلاس تعریف بکنید. مساوی سیگما اکس، سیگما یک دو سه اینا رو گفتن دیگه نه، سیگما یک به علاوه آی سیگما دو تقسیم بر دو، یک دوم این، و سیگما ماینس تعریف بکنید، یک تقسیم بر دو آی سیگما یک منهای آی سیگما دو، و اینها ببینید اینا هرمیتی هستند ولی اینا هرمیتی نیستند. هرمیشن ادجوینت اینا اگر بخواییم پیدا بکنید چی به دست میارین؟ هرمیشن ادجوینت سیگما پلاس، باید هرمیشن ادجوینت اینو بگیرین، هرمیشن ادجوینت اینو بگیرین، اینم بکنیم منها دیگه، وقت هرمیشن ادجوینت سیگما پلاس مساوی سیگما ماینس و بلکس. هرمیشن ادجوینت سیگما پلاس سیگما ماینس و هرمیشن ادجوینت این یکی اون یکی، اینا هرمیشن ادجوینت هم دیگه هستن. حالا تحقیق کنید، تحقیق کنید که سیگما پلاس روی صفر یک آگنکت سیگما زده میده، یه ضریب اینجا یک صفر، و سیگما پلاس روی یک صفر میده صفر، سیگما ماینس روی صفر یک میده صفر، و سیگما ماینس روی یک صفر میده یه ضریب اینجا صفر یک. این سیگما به علاوه سیگما منها بالا بر و پایین برن. اگر روی آگنکت پایینی اثر بکنه میبره بالا، آگنکت بالا رو میده، و چون دو تا آگنکت هم بیشتر نداریم اگر دوباره روی این اثر بکنه صفر میده، و سیگما ماینس پایین بره،
این پایین ترینه که من در اینجا گذاشتم، اثر بکنه روش صفر میده، ولی اگر روی آیگن کد بالا اثر بکنه، پایسپن بالا اثر بکنه، میده صفر. خب، حالا اونا مسئله بودن، این رو حل بکنیم برای دفعه دیگه بذارین اونجا. بقیه صحبت هم، خلاصه صحبت هم اینه. حالا که الکترون یک سیستم دو مؤلفه یه، و در یک مؤلفه اسپین بالاست و در یک مؤلفه اسپین پایین اچ بار دوم، برای اینکه این رو بگنجونیم به جای پی دوی خالصی که در مؤلفه شرودینگر به کار بریم، این رو به کار بریم و این رو ضرب بکنید، ماتریس دو در دو واحد رو میده و نشون میده که دو مؤلفه ای هست و ضربش هم هست همون پی دوی خودمون. بنابراین حالا برگردم، این معادله انرژی پی دو بر سی دو، به جای پی دو میخوام بنویسم سیگما دات پی سیگما دات پی، یا پی دات سیگما دوباره پی دات سیگما، و این مساوی چی بود؟ ام دو سی دو. ام دو سی دو به سی دو تقسیم کرده بود. حالا میتونم بنویسم که ای تقسیم بر سی منهای پی دات سیگما ضرب در ای تقسیم بر سی به علاوه پی دات سیگما ضرب در مساوی ام دو سی دو. منتها توجه بکنید، این پی دات سیگما این جمله ماتریس دو در دوه، در صورتی که این ای رو به این ترتیب که آمدیم ای بر سی که نوشتیم غفلت نکنیم، اگر میخوایم یه چیزی رو با ماتریس دو در دو جمع تفریق بکنیم باید اونم ماتریس دو در دو باشه. برای اینکه این از یادمون نره، من اینجا منهای آی که آی ماتریس دو در دو یک یکه میگنجنم که فراموش نکنیم این رو. حالا آماده هستم بگم که بسیار خوب، ای رو بگذارین آی اچ بار دی بدیتی، پی رو هم بگذارین منهای آی اچ بار اپراتور دل، و بعد یه تابع موجی هم اینجا بگنجونین، به اینکه این اپراتور ضرب در یه تابع موج مساوی ام دو سی دو ضرب در یه تابع موج و بشه یه معادله. بنابراین تا اینجاش میتونستیم بگیم که دارم جبر روی اعداد و ماتریس انجام میدم، الان میخوام اونا رو اپراتور بکنم. منهای یا منهای بلاوه بلاوه آی اچ بار دی به دی تی، یه سی هم اینجا دارم، چطور بنویسم دی به دی اکس صفر؟ دی به دی اکس صفر منهای آی اچ بار دی به دی، بذارین سیگمایش رو جلو بندازم، منهای سیگما دات آی اچ بارش هم جلو بندازم،
منها با اینو بلاوه اجبار می نیسم، این رو منهای آی اجبار می نیسم، درسته؟ بلاوه آی اجبار سیگما داد دل. این جمله اول. جمله دوم، آی اجبار دی به دی اکس صفر منهای آی اجبار سیگما داد دل یه چیزی به نام تابع موج بگذارم، فی نوشتم، کتاب آلپ سای می نوشتم، حالا فی بنویسیم ببینیم چی میشه. مساوی ام دو سی دو فی، با این معادله سرکار خواهیم داشت. این معادله هم ریلاتیویستیک بودن رو در نظر گرفتیم، برای اینکه ماده انرژی که به کار برده ایم ماده ریلاتیویستیک بود، و هم به یه صورت اسپین رو درش گنجوندیم، اونم به سیاق تجویز پاولی. این کار آره، این حدث اولیه پاولی بود. این یه راهیه که من انتخاب کردم برای درس امروزم. راههای دیگری هم هست که این رو به همین صورت برین چلو. در یه جایی میبینین که باید یه چیزی متفاوت با اون چیزی که دارین وارد بکنید، و الان اون چیزی که من وارد کردم در اینجا ناچارن اینی که الگوی پالی رو بگیرم، میگم که چاره ای ندارم، یه کاری باید بکنم متفاوت با اون چیزی که قبلا داشتم. اینی که پی دو رو بنویسم پی داد سیگما پی داد سیگما تا اینکه دو مؤلفه ای باشه، و اگر اسپین نداشتم همون پی دو مؤلفه شرودینگره، و حالا که اسمین دارم باید یه چیز متفاوت باشه دیگه، اون چیز متفاوت رو اینطوری وارد کردم. راه های دیگری هم هست که این معادله رو به همین صورت به دست بیاریم. البته این صورت نهایی مثلا نیست. بذارین من بیام این تیکه رو که در اینجا هست یه اسم جدید بدم بهش. ببین دو تا فاکتور دیگه میان، این فاکتور، این پرانتز، ضرب در این پرانتز، ضرب در فی. این تیکه رو من یک اسم جدید بدم بهش، آی اجبار دی به دی اکس صفر بعد منهای آی اجبار سیگما داد دل ضرب در فی مساوی فی که در دست راست قرار گرفته، دست راست این. یک کار دیگرم باید بکنم، یک بر ام سی، این ام سی رو هم یه تیکه‌اشو بنویسین اینجا به این صورت. وقتی که دومش یک بر امزی بعد آی اجبار
دی به دی اکس صفر منهای آی ایچ بار بلاوه بلاوه آی ایچ بار سیگما داد دل ضربه در اینو اسمشو گذاشتم فای دست راست دیگه این مساوی خواهد شد با فای ببین این MCD رو این MCD رو تقسیم کردم یکی از فاکتورها رو دادم به این اسمشو گذاشتم فای دست راست این یکیشم دادم به این و اسمشو گذاشتم و شد این حالا چطوره که من به این فایم بگم که این فایی که دارم این رو اسمشو میذارم اسم عوض میکنم فای دست چپ و اون وقت این فای دست چپ لفت مساوی با این فای دست راست رایت مساوی با این دوتا معادله جدید به دست آوردم حسن این معادلات اینی که این مالی درجه دو بود ببینید مالی درجه دو دیگه دی به دی تو به توان دو ضرب بکنید لاپلاسیان به توان درجه دو این حسنش بینی که دی به دی تی با توان اول گرادیان با توان اول و هم جام همینطور من یه مالی درجه دو رو تبدیل کردم به دو تا معادله درجه یک صرفا با تعریف یه تیکش که گذاشتم یه نامگذاری دیگری انجام دادم میتونیم بگیم یه عمل جبری انجام دادم مالا درجه دو هم تبدیل کردم به مالای درجه یک منطقه تعداد مشغوله هم زیاد کردم اینجا فقط یه دونه فای داشتم که دو مؤلفه داشت الان اینجا یه فای لفت دارم که دو مؤلفه داره یه فای رایت دارم که اونم دو مؤلفه داره و اون وقت الان با یه کمیت با یه تابع موج چهار مؤلفه ای سر و کار دارم تجربه میکنین مؤلفه شرودینگر یه تابع موج پسای داره که کامپلکسه با سلام تمام میشه میره معادله موج اگر بخوایم سپین رو وارد معادله شرودینگر بکنیم اون وقت اون تابع موج پسای دو مؤلفه ای میشه بخوایم نسبیتی بکنیم این دفعه این دوتا باز دو برابر میشه چهار مؤلفه ای میشه الان با یک معادله موجی سر و کار دارم یه جفت معادله موج سر و کار دارم که اینم دیگه چیکار بکنم حالا بیایم ساده بکنیم اینا رو MCI رو ضرب بکنم چطور راحت تر میشه نه چطور من بیام همه اینا رو جمع بکنم در این معادله آی اچ بارش هم همشون آی اچ بار دارن خب دی به دی اکس نه بهتر این کار نکنم برای اینکه این هویت کوانتومیشو ممکنه از دست بدم چه کار بکنم که
اینو امتحان بکنیم ببینیم درستی یا نه، این دو تا معادله رو به دست میاریم یا نه. اینو امتحان بکنیم ببینیم از این چیزی که من نوشتم دو معادله بالا به دست میارم یا نه. این در این منهای این در این باید بشه جمله اولش MC فای آر، درست است؟ ملوه پایین این در این منهای این در این مساوی MC فای درستر نه آوردم؟ بالا پایین میکنم؟ از آن گفته شدیم بذارم یک کتاب نگاه کنم. فصل سوم این کتاب کدوم بود؟ سکرایی بود. Relativistic Quantum Mechanics of Spin One Half Particles. و مال کتاب تطبیق بکنید. نه این یک کار دیگری هم کرده. یک کار دیگری هم کرده که من حواسم نبود. یه قدم موندیم هنوز. اینو پاک بکنم. حالا با آخر برسیم ببینیم که هستن یا نیستن. مستقل هستن. مستقل هستن؟ بله. ببینید در مؤلفه شرودینگر گفتیم که پسای رو وقتی که دو مؤلفه ای میکنین بالا پایین، یکی برای اسپین یک دومه، یکی برای اسپین منهای یک دوم. اینجا اینا برمیگردن چهار تا میشن. و این چهار تا رو یه جایی خواهیم رسید که اگر برای الکترون می نویسیم دوتای بالا را، دوتای پایین برای پازیترونه که اونم می تونه اسپین به علاوه یک دوم داشته باشه و منهای یک دوم داشته باشه، ولی یه ذره کاملا دیگریه که تا اون روز شناخته شده هم نبود. کتاب دیگری دارم، فصل هفتم این کتاب، نو فایل الکترونیکش میدم به شما. این کامپیوتر روشن نیست، بیان فایل الکترونیکش از آن بگیرین، تیکتون بگیرین به که برگیر بدین که ایتی میتونی این کار رو کنه. بیان بزرگ فصل هفتم این کتاب کوانتوم الکترودینامیکس و دیراک ایکویشن، ماده دیراک، این تئوری الکترونی دیراک که بهش بتونیم برسیم. خیلی ممنون.